همراه هستیم با بابک اسحاقی، همکارم از اورشلیم، برای بررسی بیشتر این خبر. بابک، تو برامون بیشتر بگو از این سامانه لیزری. برای اسرائیل جدا از بزرگترین تهدید که همان هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی ایران هستش، پس از اون موشک‌ها و راکت‌ها و در این اواخر پهپادهای نظامی ساخت جمهوری اسلامی ایران هستش که هم در اختیار خود جمهوری اسلامی ایران سپاه پاسداران و هم در اختیار نیروهای نیابتی ایران مانند حزب الله لبنان و همچنین دیگر نیروها در سوریه و همچنین در پیش حماس و جهاد اسلامی هستش که در جنگ‌های گذشته دیدیم که تا چه حد این مسئله برای اسرائیل خطرساز هستش. تا کنون آنچه که اسرائیل انجام میداد سامانه ضد هوایی گنبد آهنین بود که به گفته اسرائیل تا کنون خوب هم عمل کرده، اما بسیار هزینه اون زیاد هست. به طور مثال برای یک موشکی که از طریق حماس شاید 100 دلار خرج نداشته باشه به سوی اسرائیل پرتاب میشه، اسرائیل یک موشک 80,000 دلاری گنبد آهنین را به سوی او پرتاب میکرد. اما وزارت دفاع اسرائیل امروز اعلام کرد که در روزهای آینده اولین قرارداد با شرکت نظامی رافائل که یک شرکت تأسیسات نظامی اسرائیلی هست برای تکمیل نهایی و عملیاتی شدن سامانه سپر نور امضا خواهد شد. این سامانه برای رهگیری موشک، راکت، پهپاد با استفاده از لیزر توسط این شرکت اختراع شده. وزارت دفاع اسرائیل گفت که این سیستم برای وارد شدن به نیروی هوایی اسرائیل اکنون کاملا آماده هستش. همانطور که گفتین وزیر دفاع اسرائیل بنی گانتس نیز دیروز گفتش که در روزهای اخیر من در معرض این پروژه قرار گرفتم و افراد پشت سر آن صحبت کردم و خواهم و میگویم که این یک جادوی تکنولوژی هستش که به طور چشمگیری توانایی های اسرائیل را افزایش میده. بابک، اخیراً جنگ های سایبری هم میان اسرائیل و ایران شدت گرفته. خبرهایی هم داشتیم از هک شدن تلفن همراه همسر رئیس موساد توسط هکرهای ایرانی. بیشتر از این خبر به ما بگو. هرچه گفتگوهای احیای برجام بیشتر پیش میره، حساسیت و تنش‌ها و نزاع‌های آشکار و پنهان بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران هم افزایش پیدا میکنه. در هفته گذشته پس از آنکه اعلام شد که در ماه گذشته اسرائیل یکی از پایگاه‌های بزرگ سپاه پاسداران که آشیانه پهپادهایی بوده که قرار بوده برای حزب الله لبنان فرستاده بشه را مورد حمله قرار داده و 6 پهپاد انفجاری اسرائیل صدها پهپاد جمهوری اسلامی ایران را نابود کردند، واکنش های جمهوری اسلامی ایران هم شروع شد و جدا از حمله ای که در اربیل جمهوری اسلامی انجام داد، مسئله سایبری هم بسیار حساس هستش. 2 روز پیش هکرهای ناشناس همانطور که گفتید ویدیویی را منتشر کردند که شامل اطلاعات شخصی درباره داوید برنیا رئیس موساد بود. این ویدیو حامل یک عکس هوایی از جایی که گفته شده که محل زندگی برنیا هستش، عکس شناسنامه او، عکس های خانوادگی او، عکسی از یک بلیط هواپیمایی او که به کوپنهاگن میره. دفتر نخست وزیر در واکنش گفت که موارد مورد بحث قدیمی بودن و تلفن خود رئیس موساد هک نشده. اما همانطوری که گفتم نزاع‌ها به شدت بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل ادامه داره.